ماجرین افغان هم تا جای شاید مقصر باشه. کسی بیگونه کار خودش هر نخواد بکنه. ولی واکنش تون نشون میدیم. تک تکش میکنه. اونا مکمل افغان ها رو به یک چشم میبینن. میگن تمامشان بد هستن. وقتی کسی که یک کار بیادبی رو میکنه ما باید پند بگیریم. ما در مقابلشان میخواستیم یک کار رو نباید بکنیم. 100% شده. ما پشتیبانی از ایران نمیکنیم. کسی رو میبینیم کسایی که در کار غضب خود گرفتار کنه خدا. او مردم های اهل تصنو شهید ساختن. ایره به نام بدرخم شیعه و سنی مندازن و طالب ها برادرهای طالب های ما میگه ولی ما انتقام میگیریم. ما شیعه را میکشیم. ما این کار را میکنیم. اصلا ما که فکر میکنیم کلش جنگ غرب هستن. اون امور میبینه که او را کی کده؟ او چهرهش معلوم میشه کی کده؟ در پشت از او دست از او کی کار کده؟ بیا پر افغانستان من دقیق حالات یعنی اقتصادی حالات هم خراب دی، اوضاع هم خراب دی نو باید هم دایی هم سایه دا کمک رو که بدیگه بارکی بله والا در رسانه ها شنیدم چیزی هست اخبار سر چوک هست چیزی هست که تصویر برای ما نشان میدن مگم من فکر میکنم که خوب روابط دو دولت نباید به زودی ما شما خواسته باشیم اونقدر به چالش بکشیم. ما مردم همیشه کاری کردیم که روابط خراب کردیم. در حکومت قبلی هم ما بین سربازای خود بسیار افراد عقده‌ای داشتیم. در بین نیروهای امارات اسلامی هم افراد عقده‌ای هستند. ایران هم البته نیروهایشان افراد عقده‌ای دارند. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امید که هر جایی که هستین همیشه خوب و جور صحتمند باشید. خب بیننده عزیز، قسمی که تمام ما شاهد هستیم حادثه‌های اخیری که در ایران رخ داد بالای مهاجرین افغان ما واقعا که متاثر کننده است. واقعا جای تاسف است به دولت ایران که همچین کارار در مقابل مهاجرین افغان ما میکنند. خب ما امروز آمدیم که یک گزارش در بین مردم خود داشته باشه، پس ما تا آخرین لحظه برنامه همراه باشه. خب حسیب الله جان، دایی اواخر خبرها را میبینید؟ بله ها دقیقاً خبرها را هر شب دنبال میکنم. از این که آگاهی دارین که بالای مهاجرین افغان ما چی اتفاقات افتاده؟ بله ها دقیقاً خبر دارم. خب نظر شما در این مورد چیست؟ بله ظلم است، خودش یک ظلم است. وقتی که افغان که مهاجر میشه و یک اراده میکنه که به کشور پناه میبره که بخواد زندگی خود جور بسازه یا بخواد کارام باشه یا فامیلش یا خودش در امن باشه زندگی کنه، دیگه باز او دوجه که بره و با اتو یک مشکلات که سر بخوره، دیگه بیچار یک خبر ناخوشایند است برای مردم افغان. خب به نظرتون که مهاجرین افغان ما به شوق مهاجرت میکنن یا که به تفریح؟ شوق کی خوش داره که مملکت خود اله کنه، وطن خود اله کنه و بخواد بره که مهاجر شه و سختی ها و مشکلات مهاجرت ببینه. خب اگه شما شاهد از یاد میبینین که افغان شما در مقابلتان لطکوب میشه، واکنش شما چی میبود؟ هر کسی که باشه قهرش میایه، بسیار دلش درد میکنه، غمگین میشه، جگرخون میشه. چرا که هم وطن ماست، از وطن خود ماست، به نام خود ما یاد میشه، به نام افغانی ما یاد میشه. وقتی که در مملکت های بیگانه که میرن و لقمان حکیم گفته که ادب از کی آموختی؟ گفته از بیادبان. وقتی که کسی که یک کار بیادبی رو میکنه ما باید پند بگیریم. ما در مقابلشان میخواستیم یک کار رو نباید بکنیم. منطقه حقشان بدتر از کارهایی هست که در افغان ها میکنند، باید از او بدتر خودشان سزاوار هستن. از یک نگاه اگه ببینیم خود افغان ها مقصر هستن به یک حساب. یعنی افغان ها بعضی هستن مثلا یک نفر میگه به خاطر یک شوم میسازه تمام شهر روم، اگر این مطلع شنیده باشیم. یک نفر که یک بدی کرد، یک کار مثلا دوزی کرد یا جنگ کرد یا کدام لکه بدنامی به نام افغان ها وارد کرد، نام مکمل افغان بد میشه. اونا مکمل افغان ها رو به یک چشم میبینن، میگن تمامشان بد هستن. منتها جنگل از دیگر جای خوب خودم داره، خراب خودم داره. هیچ کس گفته نمیتونه که کاملا هم میگه خوب است یا هم میگه بد شده میتونه. تشکر برادر از شما. باشین، اوقات خوش داشته باشین. سلام علیکم. تشکر. نظر ما هست که فهمید مهاجرین کو هست، یک تعداد فکر نکنم بیگناه باشه. اونایی که فهمید اگر تحت همکارایی که مثلا جرمی که میکنن، اونایی که مثلا جرمی که میکنن، اونها باید پنجه قانون سپرده شون. دیگه کل مهاجرین خو هم کاری نمیکنه که مثلا مردم اذیت بکنن، آزار بدن. اونایی که یعنی مهاجرین خود افغان ما رو مقصر میدونید؟ مهاجرین افغان هم تا جای شاید مقصر باشه. کسی خب بیگونه کار خودش هر نخواد بکنه. خب بعضی از یک ویدیوی پخش شده از طفلک 12 ساله است، به نظرتون گناهکارم بوده میتونه؟ نه.
خب شما هم که دیدین که بسیار به یک رویه زشت حملشان رفتار میکنن. اینال فهمید کسی که مثال تحت اشتباه مثال یک گناه رو مرتکب میشه باید با اون برخورد قانون شد. کل مردم افغانستان فهمید گناهکار خو نیست که با همگی فهمید یک رقم برخورد شود. اونایی که مثال گناهکار است فهمید تحت یک شرایط باید برخورد قانون کرده شود. خب اگه شما شاهد از این میبینید که در مقابلتان یک پناهجوی افغان یا یک برادر افغان ما را در او سر لت و کوب میکنن، شما واکنشتون در مقابل از اونها چی میبود؟ والا واکنشتون نشون میدید. تک تکش میکنه. در صورت گناهکار باشه، گناهکار که نباشه خونه میتونه گناهکار فهمید یک نفر مقصر مثال بکنیم والا بگویم مقصر هستی. ولی مثال میگه یک نفر بیا قط متا که جنگ نکنه ما کسی جنگ نمیکنیم که جنگ کنه مجبور هستیم کسی جنگ بکنه. خب گفتنی شما به مردم ایران چیست؟ والا به مردم ایران گفتنی ما هست که فهمید باید با مردم تعامل داشته باشیم. اون هم زبان ماست، ما هم زبان شن. قرار نیست که فهمید اون مردم اذیت بکنه. حقوق اذیت کرد کی را اذیت میکنه که ما اذیت بکنیم کی را اذیت میکنه. باید فهمید که مردم یک ذره روی خوب داشته باشن. میخواین که کشورهای غرب و اینا بین مسلمانان تضاد پرتن، بعضی یک آدمی که مثلا سواد نداره این کارو میکنن یا جنگ شیعه و سنی ده در راه اندازن. مثلا مردمایی که حسن حل سنت اون بچه که مکر تا جایی که خبر دارم خودش بیچاره شهید ساختن، او مردمای اهل تصنو شهید ساختن، اینه به نام بدرن شیعه و سنی مندازن و طالبا برادرای طالبای ما میگه که والا ما انتقام میگیریم، ما شیعه را میکشیم، ما این کار را میکنیم. اصلا ما که فکر میکنیم کلش جنگ غرب هستن، مسلمانان با هم مندازن، ولی ایرانی هم هستن، به حقل دارن، دقاتشان جهالت هم دارن به این کارا رو میکنن. خب کسایی که این کار انجام دادن شهروند عادی کشور بودن که بالای افغان ما ظلم میکردن، خب نظر شما در مورد چیست؟ برای یعنی من مقصد کپتنش نگیرم. خب شما گفتین که دولت داری هست و غرب این کارا میکنه، اما این شهروند عادی کارا کرده مثلا؟ بله من خب من براتون گفتم که مثلا این شهروند عادی کردن، مثلا میفهمید که اونا دستان دارن دیگه. مثلا یک نفر اینجا به شهادت میرسن چیز دارن، این میزنن به جهانی میزنن. ولی ما میگم از برادرای ایرانی ما میخواییم که عموج برادرای افغانی ما هستن، اونا پناهجو هستن، کوشش کنن که این ظلم به حقشان نکنن. من هم تقریبا 5-6 روز پیش از مشهد آمدم، ایرانی ها بسیار به حساب مردم کمک میکردن. یعنی من اون گپایی که شما میگین به بعضی سوشال میدیا که میگن اون گپا رو من ندیدم، تقریبا اول روزم از اونجا حرکت کردم. خب ما نم به نظرم که شما ندیدین اگه ویدیوی پخش شده از طفلک 12 ساله هست که مورد ظلم و ستم قرار گرفته. بله اینال شما عموم مقصد جای میبینه نه؟ اونمو رو میبینه که او را کی کرده؟ او چهرهش معلوم میشه کی کرده؟ در پشت از او دست از او کی کار کرده؟ ایره خوب آدم تنها و ویدیو نیست، بسیاری از ویدیو هستن که دولت ایران شهروندای عادیش هم میکاره کردن. بله من صحیح هستم، من میگم که شده 100% شده. من پشتیبانی از ایران نمیکنم که ایران میگنم کسایی که کدق دقار غضب خود گرفتار کنه خدا هر کس کرده. من مقصد من گپ از دوسته که یعنی امیر تحقیقات کنن هر چی که میشن که ایره کی کردن، باید تحقیقات کنن. خب حق یک مسلمان است که بالا یک مسلمان دیگه ظلم کنه؟ نه اصلا نه، باید ظلم نکنه. اگه کسایی کدن او کسایی که حکومت ایران باید که عاملین او رو دستگیر کنن و جایزه اعمال خود برسونن. خب این خشونت روزانه خیلی زیاد شده میره، پس چرا توجهی به این صورت نگرفته؟ دیگه او رو مربوط از دوست من خوکنم حکومت نیست. من یک نظر شما نظر ما ایست که اگر این ظلم به حساب گرفتار شود که بدر برادرای افغانی ما بیاین در کشور خود بر بگردن. حالا چی کنند؟ ما اینجا دکاندار هستیم، ما میتونیم که بریم در کشور مواجه شویم. از اینکه این بدبختی و پستی و رزالت را به حساب ایرانی ها انجام بتن، بیایند به ملک خود، بیایند به کشور خود زندگی کنند. خب اگر در مقابل شما یک شهروند ایرانی می بود عکس العمل و گفتنی شما در مقابل از اینا چی می بود؟ اگر ایرانی می بود ما برشان می گفتیم آقا اینا مهاجر هستند، اینا به حساب آمدند بدبخت شدند، کار نیستند، فرار کردند، آمدند شهر شما را آباد کردند، مملکت شما را آباد کردند، شما یک قسم رحم مسلمانی کنید، نه مردم به طفل مثلا 12 ساله افغانستان بگیرین و شهادت برسونه. این کار یزیدی هاست، این کار کسی میکنه که مسلمان اصلا باشه. اگر شما مسلمان هستید این کار کرده خدا در غضبتان گرفتار کنه. احمد شکیب جان از این خبرایی که در آخر پخش شده آگاهی داره؟ خبرایی که زیاد است درباره چی؟ خبر در مورد پناهجویان افغان که مورد ظلم و ستم هستن. بله والا در رسانه‌ها شنیدم چیزی از اخبار سر چوک است، چیزی است که تصویر برامون نشون میدن. مگم
من فکر میکنم که خوب روابط دو دولت نباید به زودی ما و شما خواسته باشیم اونقدر به چالش بکشیم، به خاطر از اینکه دولت ها روابط خود باید بر روابط بر ضوابط استوار است. خب برادر، یعنی جان یک شخص مهمتر از یک دولت است؟ وقتی که به یک فرد افغانی ما به او اندازه شکنجه میشه، لتوکوب میشه، مهمتر از هر چیز است؟ ببینین، دولت ها باید قربانی بدن در عرصه. خب ما چقدر قربانی داریم؟ ما 20 سال است، حتی بیشتر از 20 سال است که ما در جنگ به سر میبریم. خب ما چقدر قربانی داریم؟ آیا بس نیست؟ حال شما ببینید، نمیتونید که ما اینجا بیام اینجا قضاوت کنم با شما که چرا دولت ایران. نه، ما قضاوت نیم، ما فقط خواستیم نظرتان. یک چیز براتون بگم، ما اول نمیتونم قاضی شوم که بیام یک دولت به چالش بکشم که بگم چرا دولت ایران این کار کرد. بعد ما اول رفتار و اعمال مهاجرینی که از افغانستان میرم، اینا آیا رسمی و قانونی رفتن؟ آیا پاسپورت دارن؟ آیا ویزا گرفتن؟ آیا راههای غیر قانونی رفتن؟ خب اگر اونا غیر قانونی رفتن، حتما بالا یک علت بوده، از فقر بیچارگی رفتن. خب اگر اونا به شرق میرفتن، خب اصلا نیازی نداشتن که به کشور برن، حتما به یک کار رفتن. خب گپ شما هم خود درست است، اما خب راههایی است که بالاخره در افغانستان بسیار سر مردم فشار آمده، فرار میکنن، میگریزن طرف اروپا، آمریکا، در هر جهت میگریزن. مگم باید بازم این موضوع غور بررسی شود از جانب محکمه لاهه، محکمه دادگستری لاهه، محکمه بین المللی باید دیره، محکمه کیفری. اما تا حالا هیچ کس صدای خود نکشیده. خب این صدای خود داخل افغانستان کشیدن، ان شاء الله صدا به گوش جانیان میرسه. خب ما به خاطر زمین اومدیم که مردم عزیز ما واکنش نشون در مقابل از این چیز. چرا تا حال مردم عزیز ما آرام بودن؟ بیاین اجازه بدین که ما دیالوگ وقتی میکنیم که ما گپ بگم خلاص، و با شما مسئله بعدی خود شما ارائه بفرمایید. من منظورم این است که شما امروز دیدین تظاهرات در کابل شد، دیروز در هرات شد، از تخم سرگیری اینا رو با آتش کشیدن، در کابل شد هم کارو میکردن، درست است؟ حتی امارات اسلامی آمدن همراه مردم اشتراک کردن که می دی چالش ها اشتراک کردن. نه، متاسفانه من فکر میکنم که رای اصلی از این مظاهره بود، مظاهره بود که صدای خود به گوش جهانیان برسونن. جهانیان باز او وقت محکمه دادگستری لا هست، دیوان کیفری است. خب او حقوق بشر است، حقوق بشر بیه برین گریبانگیر حقوق بشر شوین. وقتی داخل افغانستان یک دوز دوزی میکنه، یک قاتل قتل میکنه، یک اختطافگر اختطاف میکنه، حقوق بشر میه از اونا دفاع میکنه. یعنی بیه اینا از این مسلمان های افغان که در ایران رفتن و مسافرت کردن و بالاخره در اینجا به جنجال ایران افتیدن، بیه از اینا پشتیبانی کنه. شما برین باید دامنگیر و گریبانگیر حقوق بشر شوین. اول این مردمی که در دروازه سفارت ایران رفتن یا دروازه همین نهادهای دیپلماتیک رفتن، من فکر میکنم که اول باید اینا میرفتن حقوق بشر اینجا زیر سوال میبردن که آیا حقوق بشری که شما میگین بشر تنها به امریکا است یا برای افغانایی که در دیگه کشورها میرن این اعمال میشه. من فکر میکنم که ما شما نمیتونیم که قضیه را صحیح غور بررسی کنیم. خب اگر ما مو علمیت از اون نداریم، در صحنه نیستیم، ما اصلا نمیفهمیم که چرا مهاجرین رفتن، چی کردن، چرا همدو شده. باید تمام ابعاد از زیر مد نظر بگیریم، نکات ضعف و قوت از زیره. او وقت ما میتونیم باز بیایم تصمیم بگیریم. او ما نه، ما به عنوان یک شهروند نمیتونیم هیچ وقت. او میتونن مثلا در حد استر محکمه رئیس الوزرا، مثلا امیرالمومنین، او روابطی است که اونا هم روی از اونا باید به تعامل برسن. نه که یک افغان یک ایرانی کش یا یک ایرانی را یک افغان کش. این مسائلی است که نمیتونیم ما اینقدر کلام کنیم، رابطه دو دولت هم خراب کنیم. حالا امارات اسلامی رابطش بسیار نیک و حسنه بود در روی ایران، و ایران همیشه در پلوی افغانستان بود. من نمیخوام که حالا سنگ ایران رو به سینه بکوبم که به عنوان از اینکه خدای نکده فردا رو بگم تو جاسوس ایران هستی. من تا حالا به ایران نه سفر نکردم، نه یک دفعه دام را خود. اما من میگم که ما مردم همیشه کاری کردیم که رابطه خراب کردیم. افغان ها داخل افغانستان خشم خود بخورن، دامنگیر حکومت خود شوند، هر رای از خود مجراه داره. حکومت او وقت میفهمه که در نهادهای دیپلماتیک، خب این مسئله در نهادهای دیپلماتیک حل نمیشه، در دو وزارت خارجه رد و بدل میشه، موضوعات از اونها سوال میشه که چرا این کار شد، استر محکمه افغانستان با دادگاه عالی ایران اونها به تماس میشن که چرا این کار شد. بالاخره عاملین از این جنایاتی که در ایران انجام شده شاید اونها کسایی باشن، عقده‌ای باشن، اونها به کیفر اعمال خود برسن. خب اگر در مقابل شما یک طفل افغان یک ایرانی لاتوکوب کنه، واکنش شما چی می بود یا گفتنی شما چی می بود؟ چون در ویدیوهای پخش شده یک طفل 12 ساله را به بسیار به شکل ظالمانه لاتوکوب میکنه، آیا به نظر شما اون طفل 12 ساله گناهکارم بوده میتونه؟ ببینین، در حکومت قبلی هم ما بین سربازای خود بسیار افراد عقده‌ای داشتیم، در بین نیروهای امارات اسلامی هم افراد عقده‌ای هستند، ایران هم البته نیروهایشان افراد عقده‌ای دارند. یک طفل 10 ساله یا 15 ساله یا 14 ساله یا 10 ساله که وقتی یک نیروی یک سرباز ایران او را به قتل میرسانه، این به معنی نیست که دولت ایران گفته تو برو او را به قتل برسان. خب چرا واکنش انجام نداد وقتی که دولت ایران از این موضوع خبر شد؟ خب من فکر میکنم که مانی از ایام شد. من فکر میکنم که همین تصامیم دولت ها با ایستگی انجام میشه، ولی دولت به کارهای امور روزمره خود او دوچار و درگیر است که کارهای روزمره خود میکنه،
اما دفتن اگه تمرکز تمام دولت داری خود سر یک کشتن یک طفل بندازه، بازم فکر میکنم نظام حکومت داری از اونها به هم بریزه. خب یک دولت خرد نیست که فقط بخواین که در مورد یک چیز قضاوت کنن، میتونن که به دیگه بخشان بسپارن. ببینین هر چیز اساس سلسله مراتب داره. ما یک مکتوبی که دیگه اداره شما میبرین او شاید 5 روز طول بکشه تا اون سلسله مراتب خود تایید کنه تا به مقامات برسه که شما از اون میخواین امضا بگیرین و احکام بگیرین. و حالا امکان داره که دی دوسیه باز شده باشه، دادگاه عالی ایران دوسیه باز شده باشه، اما به اساس وقت میگیره، هر کاری هر تیمای قانونی رو وقت میگیره. خب فکر میکنم که اونا هم کسایی که عامل از این کار بودن اونا رو بگیرن، بازخواست کنن چرا این کار شده، رابطه دو دولت شما خراب کردین و اونا به سزای عمل خود ممکن است برسن. اما من فکر میکنم رای بهتر از این است که شما رسانه‌های بزرگوار که همیشه در هر چالش انعکاس میدادن هم موجوده یا درست یا نادرست، من فکر میکنم که مردمان کاری کنیم که خشم خود فرو بخورن، دامنگیر دولت شوند، دولت دامنگیر حکومت ایران شود. برادر شما چرا طفلای ما رو کشتین؟ چرا فامیلا رو چی بی عزت کردین؟ چرا مهاجرین بی عزت ساختین؟ او وقت دولت ایران جواب خود داره مقابل از اینا. دولت ها باید در این مسائل بزرگ، خب ما رسانه ها همیشه کوشش میکنیم که واقعیت ها را بیان کنیم. خب ای که مردم عزیز ما که نمیتونن که درست درک کنن، خب این مربوط خودشان میشه. خب اگر یک شهروند ایرانی در مقابلتان می بود، یا اگر شما به جای یک شهروند ایرانی می بودین، آیا در قسم یک رفتار میکردین؟ ببینین ما این قسم یک رفتار نمیکردم. نه شما اگر در رسانه ها ببینین داخل افغانستان هر کسی فیسبوک داره، بله. هر کس از هر برنامه کار میگیرم این سوشل میدیا کار میگیرن، شما کامنتار بین بخونین، بین ببینین که ایرانی ها دو کامنتا چی نوشته کردن. مردمان ایران مردمان افغانستان را برادر خواندن، گفتن ما مردم افغانستان یکی هستیم. این که چهار تا عقده پیدا میشه، می شما نمیتونین بین که بگین که والله دولت ایران گفته تو برو طفل 7 ساله رو بکش. ما میخوایم که تمام جنایاتی که در افغانستان انجام میشه کل گپ پای امارات اسلامی ختم نشه و تمام جنایاتی که به ایران انجام میشه کل گپ پای امارات به پای حساب جمهوری اسلامی ایران ختم نشه. خب بالاخره افراد عقده ای هستن که در حکومت هستن، در نظام هستن، بالاخره اونها یک بیگ رقم عقده گشایی خود میکنن. بله صاحب، طفل شهروند عادی کش، طفل یک شهروند عادی کش دمی افغانستان. چقدر ما شما افراد عقده ای داریم، فرخنده را چطور دمو پیشم او چی کشتن؟ اون آدم های سالمی بودن. خب داخل افغانستان شهروند افغان کشت، داخل ایران همون یک طفل. من نمیگم خب او طفل خداوند شفی گردن، خداوند بیامرزه بره. من نمیخوام که اون نفر بگم که او حال نمایندگی از حکومت ایران میکنه. او شهروند دادی رو باید سر جایش میشنن. یک افغان هم رفت مثلا در او امام رضا رفت کجا رفت؟ در رسانه شنیدم سه چی از اونا رو کشت. خب روابط بالاخره نباید دولت ها بمانن که روابط رو مردم خراب کنن. ما شما مردم هستیم که میخوایم همیشه دولت افغان امرای افغانستان مشکل داشته باشه، دولت ایران امرای افغانستان مشکل داشته باشه، دولت افغانستان امرای ایران مشکل داشته باشه. اما ما تا جایی که میبینم ایران همیشه به کنار افغانستان بوده و افغانستان هم همیشه از ایران بالاخره صادرات داره، ما واردات داریم، ما خودم تجارت میکنم، صادرات و واردات ما بالاخره دو کشور لازم ملزوم یکدیگر هستیم که نمیشه که توسط مردم رابطه دو کشور خراب بکنه. خب گفتنی شما، پیام آخر شما چیست؟ پیام آخر ما برای مردم ما این است که خشم خود بخورن، کار به اهلش بسپارن، دامنگیر حکومت امارات اسلامی شوند، مظاهره بکنن که مسالمت آمیز باشه، نرن مثلا با آتش نکشن، به خاک خون نکشن. اگر یک ایرانی رفت دیپلمات افغان ما را سفارت افغانستان در ایران از سفارت کشید و کشت یا دم دروازه شون از آتش زد، او وقت ما عمل بالمثل انجام بدیم و یک افغان رو اونجا کشت، مثلا یک ایرانی برن دامنگیر حکومت جوان برادر، او طفل من اونجا کشته شده، چرا از یک مجرای پیش برن و اینقدر زود خشمگین نشن؟ یک مشکل بزرگ ما مردم افغانستان است که بسیار زود خشمگین میشیم و باید هر موضوع رو به درستی و کسی که خشمگین شه و نمیتونه چی تصمیم بگیره و به زودی با آتش میکشه دیدین فرخنده رو کشتن، با آتش کشیدن، دریا انداختن، شما خود دیدین دیگه، درست است نه؟ ببینین فرخنده به این رب نداره. ما خواستم از خشم مردم بگویم به شما به خاطر اینکه مردم زود خشمگین میشن. نمیتونیم ما و شما قاضی نیستیم که خواسته باشیم بیام قضاوت کنیم برادر تو اینجا کفر انجام دادی، ما بیام تو رو اینجا میکشم. نه، قاضی است، محکمه است، اونجا حکم صادر میشه، اونجا محکمه میشه و اونجا جزا برای از اینا حدود الله سر از او به اساس حکم محکمه جاری میشه. من کی هستم که برم برادر که اونجا دوزی که برم دست از او رقت کنم؟ اوه شکر الله الحمدلله به امارات اسلامی که اما به امارات سر اما مجاهدین سر مجاهدین سر اما الحمدلله در دیر وقتیم که ایجی الحمدلله و شکر برای الحمدلله. خب عظیمی خبرایی که در اواخر پخش شده که در مورد پناهجویان افغان است که در ایران مورد ظلم و ستم قرار میگیرند، خب از این خبر داری؟ و د مهاجرین په باره کې و خبر لرو نو کوم اجراءات سیدی دغه وزارت خارجی د ایران په باره کې او د مظاهرات د وسیله نو د دوه خلاف یو څوک هم نه کوي نو دغه کار ده
نور نبالان از اتصال هم پدیشی. خب نظر شما در این چیز آیا حق از این بود که پناهجویان افغان به او اندازه ظلم و ستم قرار بگیرن لط و کوب شد؟ ایران به هم نکو ملامت زکا مهاجرین دیر دی بندی دیر ورزی نه معین عدد ده نو ماشاءالله بخیر دیر و روان دی و روان دی نو پدی برکی نو سرای سیو وای نو مشکل خونو بیاز مونگ ده خواست و ده وطن سر افغانستان لخواد حق از ایست که مسلمان بالا یک مسلمان دیگه ظلم کنه؟ یا دبون خونم نکی دبون حقی نی نو حقی نکی سی دیو بل مسلمان وزو روی یا ازار ورکی نو بیا پر افغانستان باندې دغه حالات یعنی اقتصادی حالات هم خراب دي او زاهم خراب دي نو باید هم دایم سایده کمک وکي په دې غبره کې. خب اگر در مقابل شما یک شخص یک شهروند ایرانی می بود آیا شما می یک سلام علی که اونا کردن شما می قسم یک سلام علی بالایشان انجام می دادین؟ و ده خو زموږ اخلاق دی باید مخه اخلاق و سر و چلو عنصریت باید سینه و کو نو دغه در اساس سلام شه اخلاق و نو بیا موږ مسلمانان یو دین سیده یو سر د عسر نه د سخت نه ده نو باید مخه اخلاق و سر و چلو سیده یم دې ده خو سپشکین نه ده. خب پیام شما چیست؟ او پیغام نو بس دغه امن ته به وای سخت دی امن راولی سولې سر راولی نو پیامتون به دولت ایران آب دا ایران فبارکی ایران تنو سرایت سوایی نو سما میسج سیاری نو باید سی نورمون نو زورایی نو مگ مجبورایی باید سی زایی مگ پتی بارکی مگ سر کمک وکایی نو زور ور نو داوانی اندو تا مجنیت مکی وار تشکر زنده باشین از شما قربان سلامت باش. خب دوستای عزیز شما نظریت مردم از ما شنیدین واقعا که عکس العملای انجام دادن و همچنان نظریات خودم گفتن بعضی هاشان خیلی صبورانه رفتار کردن و بعضی هاشان خیلی واکنش جدی از خود نشان دادن. خب بیننده عزیز ما از دهی قسمت برنامه در اخیر برنامه خواهشمند هستیم که شما نظریات خود در اخیر ویدیو به ما بفرستین ما به نظریات شما نیازمند هستیم و همچنان پیام به دولت ایرانی است که به این ظلم و ستم خود خاتمه بدن شاید حال یک مردم افغانستان ما در مقابل از اینا صبورانه رفتار کنه اما هر چیزی از خود حد داره اگر کاسه صبر مردم از ما لبریز شاید یک واکنش جدی انجام بدن چون حق یک مسلمان نیست که بالای یک مسلمان دیگر ظلم کنه. خب بیننده عزیز امید که این برنامه ما مورد پسند همتون قرار گرفته باشه تا برنامه های بعد شما را به علای پاک بی‌نیاز می‌سپارم خدا نگهدارتون.